ویدیو معدوم سازی جوجه های یک روزه در اردبیل، ویدیویی که واکنش عده زیادی از کاربران شبکه های اجتماعی را در پی داشت، به خصوص طرفداران حقوق حیوانات. بسیاری این را نتیجه بیکفایتی مسئولان جمهوری اسلامی در تهیه نهادهای دامی با قیمت مناسب و حمایت از تولید کنندگان می دانند. سخنگوی دولت اما در واکنش به این ویدیو در توییتر نوشته دولت مرغ مازاد تولیدی را می خرد و به منظور تأمین سرمایه در گردش مرغداران و دامداران 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات مناسب تصویب شده. به گفته علی بهادری جهرومی، عوارض صادرات مرغ و تخم مرغ هم صفر شده و ممنوعیت صادرات برداشته شده. وزیر کشاورزی ایران هم با خلاف شرح خواندن جوجه کشی مدعی وجود طرح‌های حمایتی دولت از تولید کنندگان شده. من این رو مجدداً اعلام می‌کنم که هم زنجیره‌های بزرگ ما در کشور، اتکا، کوثر، اتحادیه کارخانجات خوراک دام، همه آمادگی دارن که خرید قراردادی رو از عزیزان مرغدارمون انجام بدن. لذا این عزیزان هیچ نگرانی از باب فروش محصول و تأمین نهادشون نداشته باشن. دادستانی اردبیل هم وعده برخورد با معدوم کنندگان جوجه را داده، اما با وجود ادعای دولت مبنی بر کمک به تولید کنندگان، چرا هنوز ویدیوهای این چنینی در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند؟ دبیر انجمن صنفی تولید کنندگان جوجه یک روزه گفته قیمت دان و دیگر نهادهای دامی پس از اصلاح سیاست یارانه‌ای اخیر دولت 5 برابر شده و بنابراین باید قیمت جوجه یک روزه هم به همین نسبت بالا برود. محمد رضا صدیق پور گفته در حال حاضر قیمت جوجه یک روزه بین 1,000 تا 2,000 تومان است، در صورتی که باید 15,000 تومان باشد. اگر این ادعا درست باشد، این یعنی تولید کننده ضرر می کند و تولید جوجه یک روزه دیگر مقرون به صرفه نیست. البته مقام های دولت تأکید دارند که جوجه کشی معدود است و دلیل واقعی مورد اخیر هم مشخص نیست. با افزایش یکباره بهای نهادهای دامی و افزایش قیمت مرغ، خرید آن در بازار کاهش پیدا کرد. مرغداری‌ها هم که دیدند فروش پایین آمده، خرید جوجه را کم کردند تا مرغ‌ها روی دستشان نماند. بعید نیست علت معدوم سازی برخی از جوجه‌ها همین کاهش تقاضا باشد. دولت ادعا می‌کند با حذف تعرفه صادرات، حالا تولید مازاد مرغداری‌ها را پیش خرید می‌کند و امکان صادرات بیشتر هم فراهم شده. هدفی که اگر واقعی باشد، تنها ممکن است از هدر رفتن مرغ تولید شده جلوگیری کند. اما این میان چه نفعی به مصرف کننده داخلی می‌رسد؟ مرغ همچنان گران است و عده زیادی قدرت خریدش را ندارند. به گفته دبیر انجمن صنفی تولید کنندگان جوجه یک روزه، در اردیبهشت ماه 122 میلیون قطعه جوجه ریزی انجام شده. انتظار می رود تا پایان خرداد هم 130 میلیون قطعه جوجه ریزی بشود. اما با توجه به چند برابر شدن قیمت نهادهای دامی و کاهش مصرف مرغ در کشور، ممکن است در صورت عملی نشدن وعده های دولت مبنی بر حمایت از تولید کنندگان، جوجه های بیشتری چه به صورت عیان و چه پنهانی معدوم شوند. مهدی بیگی، رادیو فردا.